کانتنت مطلب توی SEO خیلی مهمه. ببینید من اینجا تایپ میکنم اولیو اویل یا مثلا بعد اینجا تایپ میکنم تایپ SWF. SWF چیه؟ فالای فلاشه. ببینید فلاش 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 و اگر من روی یکیش کلیک بکنم منو میبره یه سایتی که داره چیکار میکنه؟ فلاشه. نگاه بکنید من نمیتونم روی اینا سلکت بکنم، نمیتونم انتخاب کنم. راست کلیک میکنید Adobe Flash Player 18 و نگاه بکنید کل سایت فلاشه. این سایت به درد نمیخوره برای SEO، هیچ به درد نمیخوره، ضرری به سایت شما نمیزنه. سایت فلاش، ساختن سایت فلاش هیچ ضرری نمیزنه، خیلی هم قشنگه، ولی به درد SEO نمیخوره، چون شما نمیتونید از این تکسی استخراج بکنید، نمیتونید بفهمید که آیا این اولیو اویل رو میاد یاهو برام یا گوگل برام پیدا میکنه یا نه. نگاه بکنید تمام این سایت فلشه، هیچ فایده نداره مگر اینکه از رو آدرس این رو پیدا بکنه. مثلا من الان اینجا تایپ بکنم اولیو اویل و نگاه بکنید چی به سر اون فلش فایل ها اومد که حتی یه دونش هم نشون نمیده. نگاه بکنید چی دارم میگم، عکس ها رو نشون میده ها، عکس رو اشتباه نگیرید، الان بهتون میگم عکس رو از چی نشون میده، اما فلش رو نشون نمیده و فلش امروزه به درد نمیخوره. به نظر من، نظر شخصی منه، فلش مرده و به هیچ به درد وبسایت نمیخوره. تنها میگم میتونید ازش استفاده بکنید که دیزاینی به وبسایت شما بده یا تبلیغ داره. مثلا میبینید که داخل سایت پارس کلیکین بالا تبلیغ فلشه، اما تبلیغو که نمیشه سرچ کرد، درسته؟ چون فلشه و اینجا هیچی رو برام پیدا نمیکنه. من اگه برام ایمیج رو بزنم، ایمیج ها رو برام پیدا میکنه، اما هر کدوم از این ایمیج هایی که پیدا میکنه من روش کلیک بکنم، خب اگر ما بریم چیکار بکنیم روی این ایمیج، راست کلیک بکنیم، خب حالا ایمیجی که در اینجا نگاه میکنید، اینجا ما نمیتونیم سورسش رو در بیاریم، ولی ما بریم با فایر باگ این رو سرچ بکنیم، اینا همشون یه آلت تگی دارن، میخوام اینو به شما بگم. حالا بریم یه ایمیجی رو سرچ بکنیم که راحت تر باشه. خب اگر من اینجا برم کنترل آلت رو بگیرم، آی رو بزنم، فایر باگ بیاد بالا، نگاه بکنید من اگر روی این کلیک بکنم، این آی ام جی تگ رو میبینید اینجا، اینجا یه مقدارم این رو بزرگ بکنیم، از این بزرگتر نمیشه، یه فایر باگ احتیاج دارید. اگر نمیبینید ایمیج آی دی داره، ویت داره و این از کجا میفهمه این زیتونه؟ فقط به خاطر اینکه اینجا نوشته فلان فلان داش اولیو داش اویل. حالا چرا از داش استفاده کرده و اینا رو هم به شما میگم، اینا هم بهش برای SEO خوبه، چون گوگل به شما میگه که شما به جای اینکه بیاد فاصله بدید بین فایل هاتون از داش استفاده کنید. آندرسکور نه ها، آندرسکور به درد نمیخوره چون پیدا نمیکنه گوگل، باید از داش استفاده بکنید، با خط فاصله از اسم فایل هاتون استفاده کنید. ولی نگاه بکنید این چی کم داره، این یه چیزی کم داره به نام alt، alt text. alt text چیه یا title چیه؟ برگردن داخل کدامو به شما نشون بدم. اگر من اینجا تایپ بکنم aside، بزنیم aside، اصطلاحی بزنیم، اصلا چه فایلی بودی میخواستم به شما نشون بدم؟ curse، aside curse. نگاه بکنید اینا یه سری ایمیج هستش، ایمیج هایی هستش که من درست کردم برای وبسایت. اینا هر کدوم یه alt tagی دارن، میبینید این alt tag ها رو، این آلت تگ ها خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر این آلت تگ ها نباشه نمیفهمه این اسم این فایل چیه. حالا میبینید که من اسم این فایل از آندرسکور استفاده کردم، این اشتباهه، خب ولی به خاطر اینکه این فایل ها رو من درست از توی کامپیوتر درآوردم و این همه اسمای فایل ها رو من باید عوض بکنم با داش، به جای آندرسکور از داش استفاده بکنید. این آلت ها رو میبینید اینجا، این آلت ها خیلی مهمه، گوگل میاد اینا رو پیدا میکنه. یه دونه از اون عکس هایی که شما مثلا توی گوگل سابمیت کرده باشید، مثلا من اینجا تایپ میکنم، میدونم که آدوبی میوز رو کسی آموزش نداده جز خود من بین فارسی زبون ها، من اینجا تایپ میکنم آدوبی میوز، خب اینتر رو میزنم، نگاه بکنید میبینید که هیچ عکسی از من نمیاد، به خاطر اینکه ما به صدا داره کلن سرچ انگلیس و فارسی رو همه رو داره با هم دیگه نشون میده. اگر روی وب بریم، خب سکرول کنیم پایین، بازم داره نتایج انگلیسی رو نشون میده به من. بذارید من این رو ببندم، بریم اول ما یه آموزش اضافه کنیم بهش، چون تکس عربی هم داریم. خب نگاه بکنید
اولین ریزالتی که میاد بالا ریزالتی هستش که برای یوتیوب و من درست کردم. یعنی با اینکه کوگنیتیو هم هستی میبینید وبسایت چیزی نیست که کوکی ذخیره کرده باشه. شما میتونید برید یه کوگنیتیو پیج بیارید که نفهمه شما از چه کامپیوتری هستید و میبینید که اولین داره چیکار میکنه، نتیجه یوتیوب نشون میده که من درست کردم. پس میبینید عکس خیلی مهمه. حالا این عکسش تامنیل هایی هستش که خود یوتیوب درست کرده و این یوتیوب مال خود گوگله و خب گوگل عکسش رو اول از همون میگیره. ما اگر بیام این ایمیج رو ویدیو رو بزنیم، این ویدیوهای من اوله و بعد کسای دیگه هم هستن که آموزش درست کردن جدیدن 6 فوریه از ما یاد گرفتن و خب میبینید که ایمیج رو اگر بریم جا نگاه بکنیم میبینید که ایمیج میوز هست، لیندا هست، نمیدونم میون هست، اون هست و همش هستش. پس این ایمیج خیلی مهمه. حالا لینک هاتون هم همینجور. ببینید یکی در مورد H1 تگ، از H1 تگ خیلی بد استفاده بکنید. H1 تگ به گوگل میگه که نه چیزی که شما داخل صفحتون دارید مهمه. H1 تگ چیکار میکنه؟ H1 تگ میاد مثلا اینایی که شما دارید اینجا میبینید، اگر من این رو بزنم خب و روی این کلیک بکنم نگاه بکنید میبینید که این A هستش و H3 هست. خب این H3 هست و به درد نمیخوره. اگر H1 بود گوگل میگفت چی؟ ببینید اینجا نوشته H3، این بالا رو میخوام نگاه بکنید، اینجا یه چیز معلوم میشه، نگاه بکنید H3 زده. و اگر H1 تگ بود گوگل میگفت حتما چیز مهمیه، پس بذار من ایندکسش بکنم نگرش دارم. پس این H1 تگ هم مهمه. یه مطلب دیگه هم در آخر بگم به شما، اگر از لینک استفاده میکنید از تایتل استفاده بکنید. بچه‌ها ببینید اگر ما اینجا یه لینکی داشته باشیم، من اگه برم داخل author.php لینک هایی که من اینجا دارم A میبینید و تایتل بعد بدید به لینک. حالا تایتل درسته برای شما تول تیپ درست میکنه. تول تیپ یعنی چی؟ یعنی اگر شما برید روی این مثلا هاور بکنید بعد یه تول تیپی به شما بده که اینجا میبینید نمیده. یا اگر من برم روی این بعد یه تول میبینید الان نوشته لایک زیرش، میبینید زیر همین دست کوچیک نوشته لایک، یه بار دیگه میبینیم لایک، میبینید اون رو بهش میگن تایتل و اون تول تیپ. ولی درست کردن همونا مهمه. یعنی شما نه تنها فقط تا حالا میرفتید ایمیج درست میکردید و از alt tag استفاده نمیکردید، الان دیگه باید از alt tag استفاده بکنید، بخاطر اینکه از این alt tag میفهمه که این عکس ها چی هستن.